سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که زیر خون مسیح تحت حمایت الهی و در تحت هدایت روح القدس پر از میوه بار و بر باشید و تنتون سالم باشه. خوشحالم که ملحق شدید به برنامه در راه کمال و ممنونم از این افتخاری که به من دادید که بتونم در این برنامه، در این سری برنامه، حقایقی رو در رابطه با ذات و معرفت رشد روحانی با شما عزیزان در میون بذارم. در قسمت‌های قبلی برنامه‌ام که دعوت می‌کنم اگر ندیدید، اگر این برنامه مورد علاقتون بود و دوستش داشتید، برنامه قبلی رو هم ببینید و بتونید پیدا کنید رو شبکه ستد سون و یا روی یوتیوب برنامه هاشون. خواهش میکنم که اگه تونستید ببینید اون رو دنبال بکنید، چون ارتباط پیدا میکنه به بحثایی که من در این برنامه اونا رو مطرح میکنم. ما بر دو برنامه‌مون گفتیم که سعی میکنیم برای این که به صورت فرموله یه چیزی رو یاد بگیریم در رابطه با رشد روحانی که روش فوکوس کنیم، روش تمرکز و تأمل کنیم و سعی کنیم روش برای خودمون روش کار کنیم تو شخصیتمون. اینه که جملاتی که من سعی کردم بازسازی کنم از ابتدا تا الان. اولین روش این بود که ما گفتیم مراقب افکارت باش چون تبدیل به سخنانت می شود. مراقب سخنانت باش چون تبدیل به باورهایت می شود. حالا مراقب باورهایت باش چون تبدیل به اعمالت می شود. دارم در این قسمت، این قسمت رو باز می کنم که معنیش چه مراقب باورهایت باش. در جلسه قبل در رابطه با باورها صحبت کردم و یه مقداری از این گفتم که چطور وقتی میگیم باور یا همون ایمان یا همون اعتقاد، کلمه پیستیس توی یونانی، یا اونچه که ما میگیم، اینقدر کتاب مقدس ما عهد جدید از ایمان گفته. ایمان چیه؟ ایمان یک نگاه کاگنیتیو یا دانشگرایانه، خردگرایانه، اینفورمیشن مدار، حالا دو کلمه فارسی انگلیسی رو با هم قاطی کردم، یا بگیم اطلاعات مدار به پدیده ایمان نیست. این نیست که یک سری گزاره های اخلاقی یا یک سری گزاره های در رابطه با اموری چون خدا، خلقت و انسان رو شما بهش ساین اپ کنید یا اونا رو قبول کنید یا بهشون باورمند بشید یا اونا رو بپذیرید. کانسنچوال نیست، یعنی کانسنت کنید، قبول کنید، تیک بزنید جلوی این چهار جوابی ها که بگید جلوی این سوالات بله و خیر، بله من ایمان دارم. این نیست صرفاً، نه اینکه این نیست اصلاً، این نیست صرفاً، یعنی اینکه چیزی فراتر از یک سری گزار است. ایمان فقط پروپوزیشنال استیتمنت نیست، یعنی گزارهای جملات مجزا از سبک زندگی نیست، بلکه ایمان به باور کتاب مقدس و اونچه که در کتاب مقدس ما باهاش طرف هستیم یک حقیقت بر اساس تراست، باور، ایمان، اعتماد، چنگ انداختن و آویزان شدن. این یعنی ایمان. ایمان یعنی آویزان شدن، یعنی چنگ انداختن، یعنی باور کردن، یعنی ملکه ذهن و فکر و زبان و گفتار و کردار کردن. حالا اما کانسنت کردن و قبول کردن و پذیرش گزارهای ایمانی هم جزش هست، چون بالاخره ما چه باوری داریم، چه همین کلمه چه باوری داریم، چه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بگید چه چیزیه اون. پس یه سری اطلاعات هست این وسط، یه چیزایی هست که تو بهش باور داری. نگاه کردیم به این که در سال 50 میلادی، حالا دقیق اینا نیست که ما نمیدونیم دقیق، ولی حدود 50 میلادی میبینیم که اولین مناقشه‌ای که پیش میاد در شورای اورشلیم بحث بر این بود که حالا این مسیحیای غیر یهودی تباری که از زمینهای بت پرستی یونانی، حالا ایرانی یا هر چی اومدن، اینا چجوری باید در مورد زندگی و روش زندگی عمل کنن حالا که مسیح رو پذیرفتن و روح رو یافتن. خوندم و شما توصیه میکنم بخونید باب 15 اعمال رسولان، شگفت انگیزه که چطور حضرت یعقوب بلند میشه نهایتا در اون نامه‌ای که میفرستن برای کلیسای غیر یهودی، میگه روح القدس و ما صلاح دیدیم که چی؟ حیوانات خفه شده نخورید، قربانی بت‌ها رو نخورید،
خون نخورید، زنا و بی‌عفتی هم نکنید. و اینها رو از تورات، از قوانین شریعت یهود فقط شما نگه دارید، از بود رژیم های غذایی یا افکار اخلاقیات، نه اینکه شما سایر بحث های اخلاقی مثل دزدی نکن، قتل نکن، زنا نکن، نه اونا رو نباید انجام بدید. اونا که دیگه کامن سنسه، یعنی عقل و قانون به شما حکم میکنه و وجدان به شما اینو حکم میکنه که قتل نکن. پس ده فرمان، مسائل عقیدتی و مسائل اخلاقی و باورهای این مدلی تورات چیز خودش باقیه. پس اینکه میگه ما شریعت نداریم، ولی شریعت ده فرمانه و بعد 616 تا قاعده و قانون شریعتیه که تو عدتیق هست، که این خودش 616 تا یک عالمه خودش تبصره و ماده داره، خودش یه عالمه شاخ و برگ داره. معنیش این نیست که همه 616 تا رو شما انجام نمیدی. حتی اونایی که میگه ما شریعت نداریم هم خب شما قتل نمیکنی، نه دزدی نمیکنی، میگی زنا نمیکنم یا شهادت دروغ نمیدی، خب اینا خودش خود شریعت شد که پس انجام باید بدیم. این نیست که ما هیچی رو انجام نمیدیم. اصلا هیچی رو انجام نمیدیم خودش خطرناکه. ما هیچی رو انجام نمیدیم، شما از بیدینم بیدینتری اگه هیچی انجام ندی. مگه میشه آخه هیچی انجام ندی؟ شما باید قتل نکنی، دزدی نکنی، زنا نکنی، ده فرما، احترام به پدر مادر و بسیار از قوانین دیگه ای که گذاشته ما هنوز انجام میدیم. ولی ما قوم یهود نیستیم که تمامی شریعتی که خدا مختص قوم یهود کرده، قوانین مربوط به قربانی ها، قوانین مربوط به لاویان، قوانین های بهداشتی، انواع اقسام نجاست ها، طهارت ها، انواع اقسام چیزهایی که در یک عالمش در رابطه با لند سرزمین اسرائیل اصلا اونا رو انجام بدیم. مثلا در مورد ما صدق نمی کنه کسی اگه زمینی داره اینطوری کنه سبت اونطور، اینا در مورد ما صدق نمی کنه. اینا برای قوم اسرائیل داده شده به یک قوم صحرانوردی که حالا از سرزمین اور کلده اومده سرزمین موعود، از مصر رفته توی مصر برده بوده، خدا آوردهش اینو بهش سرزمین داده، یه سری قاعده داده بهش، یه سری در کوه سینا قاعده و قانون زندگی داده بهش. اونا همش در مورد ما صدق نمی کنه، ولی قطعا قوانین اخلاقی صدق میکنه. پس ما باورها داریم و گفتیم که پس 50 میلادی اولین زمانی که مسیحی‌ها شروع کردن به تدوین و تکوین یه سری اعتقادنامه، یه سری باورها، و بعد شوراهای محلی دیگه شکل میگیره بر مبنای بسیاری از همین مسائل عملی یا این سوء تفاهم اندیشه‌ای و سوء تفاهم‌های باوری. و بعد نهایتاً می‌بینیم وقتی میرسه به موضوع مسیح شناسی، خداشناسی، روح القدس شناسی، آخرت شناسی، مسائل گردن کلفت عقیدتی که حالا این مسیح خداوند که انسان خداست، خدا انسانه، رابطه بین شخصیت‌هاش، تبایع طبیعت‌های مسیح چیه، خب مسیح با جمع می‌شدن در این مورد حرف می‌زدن که هی اینها تبصر قانون‌ها اضافه شد، روح القدس و ما صلاح دیدیم، روح القدس و ما صلاح دیدیم. و نهایتاً ببینید که ما دو سه تا قاعده ایمان مهم داریم که به این باورها ربط داره. این برنامه است اسمش مراقب باورات باشون تبدیل به اعمالت میشه. یکی از اونها که مهمترینه که بین فرقه یا مذهب یا شاخه پروتستان در شاخه‌های اصلیش کاتولیک و ارتودکس و انگلیکن و کلیسای سنتی و همه اینها بهش باور دارند، اعتقادنامه نیقیه هست. وقتی میگیم اعتقادنامه نیقیه، منظورمون اعتقادنامه‌ایه، تبصره و ماده‌ایه، اون استیتمنتیه، اون اعترافنامه‌ایه که در شورای نایسین کنستانتینوپولیتن یا نیقیه قسطنطنیه سال 381 میلادی ما اون رو باور کنیم. اصطلاحش اینه شورای نیقیه. اما در شورای نیقیه که در 325 میلادی هم تصویب شد، این اعتقاد نامه شکل گرفت، منهای یه سری قسمتاش که باید بیشتر باز میشد تا و اکسپند میشد، روش تشریح و بس پیدا میکرد، خصوصا در رابطه با روح القدس شناسی، که ما اونو تو شورای قسطنطنیه نیقیه 381 میلادی داریم. یعنی در اواخر قرن چهار مسیحی ها یک تدوین نامه ای رو از اعتقادات خودشون دارن که ما بهش میگیم اعتقادنامه نیقیه. حالا این چرا مهمه؟ شما ممکنه تعلق داری به یه فرقه، مثلا جزء کلیسای تعمیدی، جزء کلیسای پرزبیتری، جزء کلیسای اسقفی، جزء کلیسای کاتولیک کلدانی، جزء کلیسای ارمنی گریگوری هستی، جزء کلیسای
قبطی هستی، جزء کلیسای مارونی هستی، مارونی لبنان، جزء کلیسای من الان چند تا از این شرقیاشو گفتم که تو کلیسای شرق آشور هستی و شما باید بدونی که این کلیساها همه به این اعتقادنامه اعتقاد دارن و اگه کسی باشه که به این مفاد این اعتقادنامه، این اعترافنامه، نایسین کرید یا اعتقادنامه اینه، کرید یعنی من باور، کرید یعنی باور، کردو من باور دارم توی لاتین میشه، برای این بهش میگن نایسین کرید، باور نداشته باشه از مسیحیت راست دین بیرون میزنه. اسمش دیگه مسیحی راست دین نیست، مسیحیت ارتدوکس یا راست دینی نیست، یه مسیحی مندرآوردی دیگه است که یه مسیحی نیست اسمش. فکر کنین مثلا بخوام یه مثال مشابه بزنم، مثل این میمونه که شما اگه پیرو علی محمد باب هستی یا پیرو بهاءالله هستی دیگه تو شیعه نیستی، مسلمون نیستی، اسم یه دین جدید میشه، میشه بهاییت اسمش. اینجا نمیگیم چی خوبه چی بده، چی درسته چی غلطه، داریم در این مورد صحبت نمی کنیم، هرچند اینا مثل همن همشون، ولی دیگه این اون نیست، اونم این نیست، با هم فرق میکنن. اگه شما به اعتقادنامه نیقیه و قسطنطنیه اون کلیسایی که داری میری باور نداره، از این چیزی کم و زیاد میکنه، از منشور آنچه که ما بهش میگیم کلیساهای راست دین یا ارتدوکس بیرون میزنه، دیگه یه مسیحی دیگه است، یه مسیح دیگراندیش مندرآوردیه که از این مدل هم داریم، به اینا میگن مسیحای غیر تثلیثی، یه عده میگن نمیدونیم اسمشون رو چی بذاریم، در واقع اسمشون برنهمیستاس، پیروان یه آقایی هم به نام ماریون برنهم، یه واعظ آمریکایی بود تو قرن 20 که اینا خب یک تطور تازه‌ای هستن از یک فرقه بدعتگرایی به نام مودالیزم که قرن‌های اولیه هم بوده. حالا نمیخوایم وارد این مسئله بشیم، اگه میخواین در این مورد بیشتر بدونید، من یک 3 سری برنامه هر کدوم 13-14 قسمتی دارم به نام مسیحیت بدعت‌ها، سری اول، سری دوم، سری سوم، به طور خیلی دیتیل با جزئیات در هر 13 تا برنامه هر سری من تمام این بدعت‌ها رو و مسئله راستین رو باز کردم توش. میتونید برید اون سری برنامه رو ببینید. الان برنامه من تو اون زمینه نیست. اما علت این که اینو گفتم چیه؟ که وصلش کنم به آنچه که میگم مراقب باورات باشون تبدیل به اعمالت میشه. خب دهانی تازه بکنم از اینکه این موضوع رو براتون باز کنم. توی اعتقاد، اجازه بدید من الان تا حالا از این مسئله اعتقادنامه نیقیه گفتم، فکر میکنم وقت زیاد ندارم که بخونم اعتقادنامه رو، بذارید این نکته رو باز کنم قبل از اینکه ما بریم و برگردیم که ارتدوکسی یعنی چی. میگم راستینی، گفتم الان تو صحبتام که شما از راستینی میری بیرون یعنی چی. راستینی از یک کلمه میاد به نام ارتدوکسی. ارتدوکسی یعنی ارتدوکسا، این کلمه ارتو یعنی راست، دوکسا یا دوکیو از این کلمه یونانی میه که به معنی اپینیون، نظره یا عقیده است. دوکسا ارتدوکسی یعنی راست دینی، راست عقیده ای، عقیده صحیح، عقیده یا باور صحیح. و نام دیگه ارتدوکسی به دلیل ربط کلمه دوکسا به کلمه پریز و گلوری و پرستش، جلال و پرستش، یعنی پرستش درست. حالا بریم و برگردیم، ما وقتی که برگشتیم من این مسئله رو یه مقدار بیشتر برای شما باز میکنم، ارتباط بین راست باوری و پرستش صحیح رو. پس با من همراه باشید، برید زود برگردید. چقدر خوب که برگشتید، تو میتونیم با هم دیگه موضوع رو ادامه بدیم. مراقب باورهات باش چون تبدیل به اعمالت میشه. خب گفتم که میخوام یه قسمتی رو براتون بخونم از ارتدوکسی میخواستم بگم، ولی بذارید اول بگم که این ارتدوکسی، اعتقاد مسیحی، اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه چیه، که شما بتونید چکش بکنید با کلیساتون، با گروهتون، با هر چی که زمینه‌ای که میرید، که و این مهمه که شما مطمئن بشید که کلیسای شما، گروه شما،
به این اعتقاد باور داره، این جزو اعتقاداتش هست، و اگر این نوع رو قبول نداره حداقل بدونید که شما خارج هستید از آنچه که بهش میگن مسیحیت استاندارد، آیین مسیحیت، مکتب مسیحیت، دین مسیحیت، در اون مذهب پروتستان، مذهب کاتولیک و مذهب ارتودکسش. اعتقادنامه مسیحی اینه: من ایمان دارم به خدای واحد، پدر قادل مطلق، خالق آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی، و به خداوند واحد ما عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود از پدر قبل از جمیع اعصار، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، که مولود است و مخلوق نی و او را با پدر یک ذات است، و به وسیله او همه چیز وجود یافت، و او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به وسیله روح القدس از مریم باکره مجسم شده بشریت به خود گرفت، و نیز در راه ما در حکومت پنتیوس پلاتوس مصلوب شد و علم کشید، مرد و مدفون گشت، و در روز سوم به نص کتب مقدسه برخاست و به آسمان صعود نموده به دست راست پدر نشسته است، و بار دیگر با جلال می آید تا زندگان و مردگان را داوری نماید، که ملکوت او را انتها نخواهد بود. و من ایمان دارم به روح القدس، خداوند حیات بخش، که از پدر و پسر صادر می شود و با پدر و پسر او را عبادت و تمجید مساوی می باید کرد، که او به وسیله انبیا تکلم کرده است. و من ایمان دارم به کلیسای واحد جامع مقدس رسولان، و اقرار می کنم یک تعمید را برای آمرزش گناهان، و منتظرم قیامت مردگان و حیات آینده را. آمین. این رو بهش میگن اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه در فرم کلیسای غربش. در فرم کلیسای شرق اصطلاح ایمان دارن به روح القدس، خداوند حیات بخش، که از پدر و پسر رو نداره و از پدر صادر میشود، که این فرمی که درش بهش میگیم فیلیوکیه یا و از پسر صادر میشود و نداره، فرم اوریجینال و اصلیه در واقع اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه، که در مجامع آکادمیک و الهیاتی و بین الکلیسایی در واقع ما فرم اصلیش رو، فرم کلیسای شرق رو میخونیم، که میگیم ایمان دارم به روح القدس، خداوند حیات بخش، که از پدر صادر میشود و پدر و پسر او را عبادت و تمجید مساوی میباید کرد. و ضمناً این ترجمه که من خوندم ترجمه کلیسای اسقفی ایران هست. ترجمه های دیگه هم شده، مثلا مولود است و مخلوق نی، خب قطعا زبان قدیمیه، یا اصطلاحات دیگه‌ای که اینجا شما متوجه شدید که از فارسی قدیمی تر، علم کشید، یا همون در میگه که زج کشید، یا درد کشید، رنج کشید، خب این رو این ترجمه قدیمی کردن. پس ترجمه مهم نیست، شما ترجمه های متعدد از این دارید. من الان فارسیه اینو داشتم اینجا، ترجمه های دیگه هم هست، ترجمه مدرن هم شده تو برنامه مسیحیت و بدعتای من، تو اون برنامه سه تا سریه. اتفاقا دکور برنامه اگه نگاه بکنید، کل این اعتقادنامه رو به ترجمه جدیدش فارسی امروزی و دقیق تر اونجا تو اون برنامه هست، شاید بشه اون رو شما پیدا بکنید و برای خودتون عکس بگیرین، پرینت بگیرین و داشته باشین، و شاید توی این برنامه بعدها این نشون داده بشه یا باشه اصلا. در هر صورت آنچه که مهمه اینه که اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه 381، این اون سنگ عیاره، اون خطکشه، اون متر اندازه‌گیریه. شما بالاتر و پایینتر از این میزنی بیرون از اون چی که اسمش مسیحیته، دین مسیحیته، آیین مسیحیته، هر چی دیگه میتونه باشه اسمش، و
ولی دیگه اسمش مسیحیت تاریخی و ارتودکس و راستین نیست. کلمه راستینی که به باور هم مطرح کردم من، راست باوری، ارتودکسی، ارتودکسا یعنی راست باوری، عقیده درست. پس برای اینه که برنامه هست مراقب باورها، عقیده هایت باش، چون تبدیل به اعمالت می شود. حالا ربطش رو به اعمال چی بود این وسط؟ ببینید ارتودکسی، ارتو یعنی صحیح، ارتودکسی، دوکسا، این کلمه معنی دیگه هم داره توی یونانی. دوکسا معنی دیگهش به معنی پریز یا گلوری، جلاله. برای همینه که ما توی نمازنامه، نمازنامه کلیسا، مراسم عشای ربانی، یه قسمت‌های دعایی داریم بهش میگن داکسالوجی، که درش پدر، پسر، روح القدس پرستش میشن. میگه جلال بر تو باده پدر، پسر و روح القدس، چنان که بود و هست و خواهد بود. این اصطلاح بهش میگن داکسالوجی یا گلوریا اکچلسیس دئو. یه دیگه، یک سرودنامه دیگه یه توی نمازنامه کلیسا، توی دعای رسمی کلیسا، که اون هم بهش میگن داکسالوجی. یعنی چی داکسالوجی؟ دوکسا، دوکسا یعنی پرستش، و لوگیا یا لوجی یعنی گفتن پرستش، یعنی پرستش کردن. پس کلمه دوکسا توی ارتودکسی علاوه بر این که معنی باور درست رو داره، معنی پرستش درست رو هم داره. حالا متوجه هست؟ امیدوارم گیج نشده باشید. ببینید ارتودکسی یعنی راست باوری، و همینطور پرستش راست، پرستش صحیح. پس ببینید باور و پرستش کنار هم یوهوی قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی باورهای شما تهش به شما اعمال شما رو میده. حالا شاید بپرسید برادر، از اینکه اعمال و ربطش دادی به پرستش چیه؟ دقیقا ربطش همینه. ربطش اینه که پرستش ما، اعمال ما پرستش ماست. وقتی در یهودیت و در مسیحیت صحبت از پرستش میکنن، فقط دست و بالا ببر پرستش کن، یا زانو بزن پرستش کن، یا جلوی صلیب واسا، یا مثل من صلیب بکش، یا نمیدونم روزاری حضرت مریم داشته باش، یا جلوی یه دونه آیکان شمایل مسیح سجده کن ببوس، یا مثل پروتستان های پنتیکاستی دست و بالا ببر جست و خیز کن در خداوند نیست. همه اینا هست، ولی فقط این نیست. پرستش روی مسیحیت یعنی در واقع اعمال تو، زندگی تو، که پرستش زبانی هم یک قسمتی از اونه. پرستش ما در کلیسا و تو خونه، تو جایی که هستیم، توی اتاقی که هستیم، داریم پرستش میکنیم، دعا میکنیم، یک قسمتی از کلیت 24 ساعت توه. کلیت تو پرستش زندگی توه. پس باورای تو اگه کج و کوله باشه، راست نباشه، درست نباشه، صحیح نباشه، بر اعمال تو تأثیر میذاره. اینه که وقتی گفتم مراقب باورات باش، چون تبدیل میشن به اعمال تو، تبدیل به اعمالت میشن، دقیقا منظورم این بود که این ارتباط رو برای شما به وجود بیارم، که شما ارتباط میان باورهای صحیح رو با پرستش صحیح درک کنید، و از پرستش صحیح که معنای متناظرش همان زندگی کرد شماست، همان مدل لایف استایل شما هست، همان بودن شما از اون چه که هستید هست، این خودش نوعی پرستشه، و پرستش های شما همه اینها رو با هم در بر میگیره، شامل میشه. این رو هم شنیدید که معمولا میگن، حالا این صحبت خیلی زیاد، اگه شما اهل کتب الهیات و فلسفه باشین، معمولا توی مذهب شناسی بهش میگن که یهودیت دین عمله، اما مسیحیت دین مفاهیم انتزاعی و ارتودکسیه و راست باوریه. مسیحیت خیلی با کله شما کار داره، مثلا خیلی با اینکه شما چی فکر میکنی، چه گزاره های ایمانی رو بلدی و بهش اعتقاد داری خیلی ربط پیدا میکنه، خیلی این رو به هم مربوط میکنن. خب دلایلش هم به نوعی برمیگرده به اینکه مسیحیت یک گفتمان و یک مکالمه میان
باور مکاشفه کتاب مقدسی و فلسفه یونان، حالا تو عهد پاتریسیک فلسفه یونانه، تو عهد دوران کلیسای مدیئیول فلسفیه، فلسفه قرون وسطاست، و تو عصر جدیدم فلسفه مدرنه. پس فلسفه و اندیشیدن، فلسفیدن حاصل ضربش یا نقطه تماسش یا در واقع جایی که مماس میشه، برخورد میکنه با خاصیت مکاشفه، با مکاشفه، با کلام و وحی، وحیانیت و فلسفیت، فلسفیدن و وحیانیت که با هم تضاد تماس پیدا میکنن، به هم میخورن، مسیحیت الهیاتش متولور میشه. و اینه که وقتی یک نگاه میکنیم به الهیات ارتدوکسی، خیلی روی چیز بنا شده، خیلی روی اعمال بنا شده، و خیلی ها میگن که ارتدوکسی یعنی در واقع راست باوری، در حالی که یهودیت ارتوپراکسیه، یعنی عمل کرده صحیح. اما آیا این باور نیست که عمل کرده ما رو نشون میده؟ آیا باورهای ما نیست که عمل کردهای ما از تو دلش بیرون میزنه؟ شما نمیتونید به یه چیزایی در کلیت، البته آدم به خاطر ضعفاش ممکنه خیلی جا باوراشو نتونه زندگی کنه، یا به خاطر باورهاش که یه چیزایی هست تو زندگیش دچار ریاکاری بشه، یا به خاطر ضعف شخصیتی، به خاطر وسوسه ها، به خاطر بسیاری از مسائل، ریاکاری ها، ترس از جامعه، ترس از خانواده، ترس از مملکت، ترس از سیاست، ترس از بیپولی، یه جایی مجبور بشی باوراتو فاکتور بگیری، دروغ بگی، دروغ گفته باشی. من اینا هیچ کدوم نمیگم خوبه، دارم میگم، دارم واقعیتو میگم، ممکنه اتفاقات بیفته، ولی اصولا باوراست که اعمال ما رو شکل میده. یعنی نمیشه اعمال شما با باوراتون همخوانی نداشته باشه. اگه باشه شما دوچار یک دو قطبی شخصیتی هستید. اصلا باید اصلا شخص باید بره خودشو معرفی کنه به دکتر که من باورام یه چیز، اعمالم کاملا 180 درجه متفاوته. اون موقع هر تحلیلگر روانی به شما میگه شما یا باورات باور نداری، یعنی اصلا باور نداری، یا اینکه اعمالت همینطوری میزنه بیرون بدون اینکه به نتیجه گیری داشته باشه، یا از مغزت ساطع بشه، از مغزت در واقع نشأت بگیره. پس معمولا برای یک نرمال، یک انسان نرمال و یک زندگی نرمال، باورای ما اعمال ما رو شکل میده. شما چیزی رو باور میکنی، بر اساس باورت عمل میکنی. کتاب مقدس هم خیلی زیبا به ما میگه ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا. کلام خدا به شما ایمان و باور میده و باورهای تو اعمال تو رو به وجود میاره. پس مراقب باورهات باش، چون تبدیل به اعمالت میشه. وقت برنامه ما تموم شد. باشه که باورمندی راستینی در شما ظهور کنه، در شما تبلور پیدا کنه، و خدا شما رو زیر خون پربهای مسیح برکت بده و حفظ کنه تا برنامه بعد. خدا نگهدار.